همونطور که دیدید بازار سرمایه به قول فوتبالی ها دو نیمه متفاوت داشت سال 99 تا برج چهار خیلی وضعیت خوبی داشتش و سرمایه‌گذاران رفتن سراغ این بازار، ولی از مرداد دیگه اتفاقات بدی افتادش و ما شاهد ریزش شاخص کل بورس تهران بودیم و تجمعاتی که جلوی مجلس و سازمان بورس اتفاق افتاد. حالا می‌خوام ببینیم سال آینده پیش‌بینی‌هاش چی هستش. دعوت کردم از جناب آقای دکتر علی سعدوندی که باهاشون گپ بزنیم در این باره. آقای دکتر سلام از اون خدمت شما. سلام از میکنم خدمت شما. صبحتون بخیر باشه. صبح شما بخیر باشه. آقای دکتر مرید آقا. سپاسگزارم. سلام از میکنم خدمت شما. سلام از میکنم خدمت بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. 99 خیلی سال عجیب غریب بود برای بورس تهران. یه کوتاه در مورد سال 99 صحبت کنیم که بعد بریم سراغ سال آینده. بله، ببینید بازار سرمایه سالیان سال بود که در یک رکود عمیقی از حدوداً سال 1393 به یک رکود عمیقی فرو رفته بود. دلیل این وضعیت این بود که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم بود یا در سطح نرخ تورم بود، بسیاری از سرمایه‌ها جذب بازار بانکی شده بود. به نحوی که نسبت شبه پول در کل نقدینگی تا 88% افزایش پیدا کرد که از این نظر ما کشور اول دنیا بودیم. و این البته خطر خیلی بزرگی داشت که اتفاقاً حادث هم شد، اتفاق هم افتاد. ما یک سیاست از 93 تا 96 یک سیاستی داشتیم تحت عنوان تعویق تورم و این باعث شد که بازار بورس در اون سالها به یک خواب زمستانی فرو بره. از سال 1397 به تدریج بازار بورس چه شد؟ رونق پیدا کرد. این رونق کم کم تشدید شد، افراد جدیدی وارد بازار شدند. از بهمن سال 98 اتفاقی که در بازار افتاد این بود که برداشت سهامدار، برداشت سرمایه گذار این بود که بازار دیگه ریسک نداره. یعنی وقتهایی بود که بازار میبایست منفی میشد، اما مدیریت بازار چنان مدیریت کرد که من خاطرم هست در فکر میکنم بهمن یا اسفند 98 بود، کل بازار مثبت بود، یعنی کل بازار سبز شده بود. خب این روند نامناسبی هست. اینکه شما به سهامدار این رو القا کنید که این بازار ریسک ندارد، بدون ریسک است، این خیلی خطرناکه. این شد که افرادی که آشنا نبودن به بازار هجوم آوردن. نه فقط هشداری داده نشد، بلکه افراد تشویق شدن که در بازار حضور پیدا بکنند و به حضور خودشون ادامه بدن. این باعث شد که ناگهان شاخص بورس به شدت رشد کرد. از بهمن 98 اگر شما در نظر بگیرید تا حدود تیر یا مرداد 99 شاخص از حدود کمتر از 500,000 رسید به یک چیزی حدود 2,200,000 خیلی رشد عجیب غریب. و خب این رشد ها در بازار بسیار خطرناکه. چرا؟ چون خیلی راحت بازار میتونه رشد کنه، خیلی راحت هم میتونه سقوط کنه. از مرداد 99 متاسفانه رفتیم در یک فاز اصلاحی قرار گرفتیم. افرادی که دیر وارد این بازار شده بودن متضرر شدند. افرادی که زودتر وارد شده بودن اتفاقا هنوز هم بازده خیلی مناسبی داشتن نسبت به سایر بازارها، اما افرادی که ناآشنا بودند با این بازار متاسفانه دچار مشکل شدند. این بیمه‌گری که دولت یعنی انجام داد و اون صحبتی که صورت گرفت به نظر شما پس اشتباه بوده؟ چون یادم اقتصاددانا همون موقع چندین بار نامه نوشتن که نباید اینقدر حالا الغای فاز مثبت کرد نسبت به بازار سرمایه. این که الغای بوده، بازار که بیمه نشده بود. یه بیمه‌گری لفظی دیگه. اتفاقا الان یک سیاستی در پیش گرفته شده که برای سهامداران جز یک حالت بیمه ای رو قائل بشن. این به نظر من مثبت هست. چرا؟ چون که هجوم سهامداران جز میتونه وضعیت بازار رو خیلی تخریب کنه. دقیق میفرمایید. ولی اون زمان فقط گفتار درمانی بوده. و این گفتار درمانی میتونه خیلی مضر باشه. تقریبا میشه گفت 99 بازار سرمایه خیلی هم نسبت به عواملی که همیشه رو بازار سرمایه در دنیا تأثیر پذیر هستن واکنش نشون نداد. مثلا اخبار داخلی و اخبار خارجی هم هر اتفاقی که میافتاد به نوعی از اون بازار ارز رو یکم این نوسان میداد، اما اتفاق بازار بورس همچون روند نزولی شده داشت. یعنی نه به نسبت اخبار مثبت واکنش نشون داد، نه نسبت اخبار منفی. چقدر میشه پیش بینی کرد که در 1400ی که ما خیلی اخبار به خصوص سیاسی خیلی زیادی خواهیم داشت با توجه به انتخاباتی که پیش رو داریم، بازار سرمایه این واکنشایی رو که نشون نداده بود این بار حالا بتونه که تجربه بکنه؟ ببینید یک واقعیتی هست، اون همین است که نمیشه شما یک تناظر یک به یک بین روندهای اقتصادی در کوتاه مدت و بازده بازار سرمایه پیدا کنید.
این مسئله اصلی هست. یعنی حالا فرض کنید در سال 1400 اقتصاد ما مثلا از تحریم خارج بشه، یک اقتصاد پر رونقی باشه، این دلیل نمیشه که بازار سرمایه هم پر رونق باشه. بازار سرمایه باید به اعتماد سرمایه گذار برگرده. به محض اینکه اعتماد سرمایه گذار برگرده، حتی اگر رشد اقتصادی نداشته باشیم، به دلیل رشد نقدینگی بالایی که متاسفانه داریم، این واقعیت جامعه است که متاسفانه اینطور تصویب شده که ما الان نرخ رشد نقدینگی بالا داریم، با این نرخ رشد نقدینگی بالا در سال 1400 بازار سرمایه باید رشد بالایی داشته باشه، اما به شرط اینکه اعتماد سرمایه گذار بازگرده. چند درصد بازار ما ببخشید میونه صحبتتون ناشی از هیجاناتیه که در حقیقت سرمایه گذاران شاید میشه گفت به نوعی آماتور دوچارش میشن، صفهای خرید و فروشی که هر روز ما میبینیم تشکیل میشه و کلا بازار رو از آنچه که میتونه باشه و پیش بینی میشه کاملا دوچار تغییر میکنه. ببینید ما بازار بورس رو به وجود میاریم اتفاقا برای اینکه سفته بازان یا سوداگران وارد این بازار بشن. اینجا محلی است که ما اتفاقا میخوایم این افراد رو جذب کنیم. دقت میفرمایید، این یک بحث است. بحث دیگر این است که اگر که تعداد بسیاری افرادی وارد بازار شدند که آشنایی کافی با بازار نداشتن، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که در سال 99 افتاد این بود که سیل بزرگ جمعیت تا نو سهامداران وارد بازار شدند و این باعث شد که رفتار هیجانی تشدید بشه. رفتار هیجانی در تمام بازارهای بورس دنیا دیده میشه، اما چنین رفتار هیجانی که ما در سال 99 در ایران شاهد بودیم به ندرت در دنیا دیده شده. من میخوام مثلا در سال 98 سال 1999 مثلا در امریکا مثلا بالاخره همین رفتار ما دیده شده. یعنی تعداد زیادی از مردم برداشتشون این بود که این بازار دیگه بدون ریسکه. به قول در زبان انگلیسی چیزی هست میگن this time is different، یعنی این بار دیگه متفاوته. این چیزی بود که در ذهن سهامدار جدید ما در سال 99 ایجاد شده. آقای دکتر، با نگاهی که مثلا به سال 1400 چه اتفاقی باید بیفته که این اتفاق نیفته؟ یعنی این سهامدار احساس نکنه که حتما بازدهی خوبی داره و این اتفاقات بعدش رخ بده. ببینید ما سهامدار، ببینید ما یک اصلی در اقتصاد داریم، در تحلیل اقتصادی. یک چیز من خدمتتون یه مقدمه ارسال بدم فقط توی یک دقیقه کم تر. ببینید علم اقتصاد خیلی خوب پیش بینی میکنه. دلیلش این هست که فرض علم اقتصاد این هست که افراد بسیار عاقل هستند. بله. دقت میفرمایید. ببینید سهامداران عاقل تر حتی از افراد دیگر هستند، تجربه دارند. فردی که تجربه داره، شما اگر خواستی اعتمادو بهش برگردونی، باید در فضای واقعی عمل کنی. نمیشه که شما بگید که مثل سال 99 مجددا در سال 1400 مردم رو دعوت به بورس بکنیم، منتها مثلا از اون بعد بگیم که نرخ دلار ما 15 تومنه، بعد مسئول دیگر بیاد بگه نرخ دلار 14 تومنه، بعد مسئول دیگر بیاد بگه که اون نرخ 14 تومن منظور مسئول برتر من مثلا اون نرخ 14 تومن نبوده. ببینید این پالس های کاملا متناقضی که با بازار وارد میشه، به بازار ارسال میشه، این نتیجه خوبی نخواهد داشت. یک در واقع سازگاری سیاستی باید ما داشته باشیم تا سهامدار عاقل ما که قطعا هم عاقل هست برگرده به سمت بازار سهام، متوجه بشه که بازده بازار سهام بر ریسک بازار سهام ارجحیت داره. آیا یه مصداقی اگه محبت کنید بفرمایید چه اتفاقی باید بیفته سمت مدیران بازار سرمایه، ممنونتون میشم. ببینید بسیاری از فعالان بازار برداشتشون این هست که اگر مثلا نرخ بهره کاهش پیدا کنه وضعیت بازار بهتر میشه. چنین نیست. چرا؟ برای اینکه نرخ بهره رو شما باید نرخ بهره واقعی رو در نظر بگیرید. یعنی چه؟ یعنی تفاوت نرخ بهره‌ای که در بازار مثلا در بانک‌ها می‌بینیم با نرخ تورم. نرخ تورم انتظاری ما مثلا ممکنه 40%، 30%، 40% باشه یا حتی بیشتر. نرخی که بانک‌ها پرداخت می‌کنن یا اوراق پرداخت می‌کنن یه چیزی بین 15% تا 22% هست. یعنی نرخ واقعی ما منفی است. با تغییر نرخ بهره به جایی نمی‌رسیم. اون چیزی که به نظر من مهمترین، ما تحت عنوان ریسک فاکتور می‌شناسیم، یعنی عامل ریسک اصلی بازار در حال حاضر به نظر من نرخ ارز هست. اگر بنا باشه سیاست ارز پاشی که بارها و بارها در این کشور انجام شده، اگر بنا باشه دوباره تکرار بشه، بازار بورس برای شاید بیش از یک سال در همین شرایط رکودی باقی خواهد ماند. خیلی ممنون، محبت که دست شما درد نکنه. زنده باشین. از سوال دارید زیاد بود به حرف زدن. بله بورس خیلی بحث مفصلی، حالا ان شاء الله در برنامه‌های دیگه هم میزبان آقای سعدوندی خواهیم بود، هم همکاران محترمشون. بریم بلافاصله بخش بعدی برنامه چپ اول.